بینندگان عزیز سلام، به یک صفر یک دیگه خوش اومدین. امیدواریم تا در 10 دقیقه آینده و در دنیای تکنولوژی اوقات خوبی رو با هم داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. کمپانی سامسونگ اوایل سال جاری با ایجاد تغییراتی در سری گلکسی ای خود سعی کرد سهم خود از بازار را پس بگیرد، سهمی که شرکت‌های چینی آن را تصاحب کرده بودند. به لطف ترکیب سخت افزار و طراحی در خور توجه، جدیدترین سری گلکسی ای به سامسونگ کمک کرده است سهم خود را در بازارهای مختلف جهانی افزایش دهد. این غول فناوری کره‌ای پنل پشتی A50S را با الگوی جدید هندسی هولوگرافیک بازطراحی و در 4 رنگ مختلف مشکی، سفید، سبز و بنفش به بازار عرضه کرده است. علاوه بر این، دوربین نیز دستخوش تغییر شده است. گوشی A50S به دوربین 48 مگاپیکسلی با F2 مجهز شده است که حسگر 5 مگاپیکسلی عمق‌سنج و حسگر 8 مگاپیکسلی عریض با زاویه لنز 123 درجه‌ای آن را همراهی می‌کند. دوربین سلفی نیز از 25 مگاپیکسل به 32 مگاپیکسل با F2 ارتقا پیدا کرده است. گلکسی A50S در سایر قسمت‌ها تفاوت چندانی با A50 ندارد. این گوشی در جلو از صفحه نمایش 6.4 اینچی سوپر امولد اینفینیتی یو با وضوح 1080x2340 بهره‌مند است. گلکسی A50S از تراشه 10 نانومتری 8 هسته‌ای اگزینوس 9610، 4 یا 6 گیگابایت رم، باتری 4000 میلی آمپر ساعتی و شارژ سریع 15 واتی برخوردار است. همچنین گفتنی است این گوشی از اسکنر انگشت زیر صفحه نمایش بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به قابلیت سوپر استدی اشاره کرد که حتی هنگام لحظات پرتحرک به کاربران اجازه می‌دهد ویدیوهایی با ثبات تهیه کنند. افزون بر این، گوشی اشاره شده امکان ضبط ویدیوهای فول هشتی با دوربین زاویه عریض را می‌دهد. سامسونگ برای اطمینان از عملکرد موفق گوشی هنگام بازی، ویژگی گیم بوستر که مبتنی بر هوش مصنوعی است از نوت 10 به هر دو گوشی A50S و A30S آورده است. گلکسی A30S در همان 4 رنگ گفته شده عرضه خواهد شد. دوربین عقب 16 مگاپیکسلی جای خود را به حسگر 25 مگاپیکسلی با F1.7 داده و حسگر 8 مگاپیکسلی با زاویه عریض و حسگر 5 مگاپیکسلی آن را همراهی می‌کند. دوربین سلفی نیز بدون تغییر باقی مانده و 16 مگاپیکسل با F2 است. یکی دیگر از تغییرات گوشی A30S حسگر اثر انگشت قدیمی است که جای خود را به نمونه جدید داده که در زیر صفحه نمایش جا خوش کرده است. گوشی A30S از صفحه نمایش 6.4 اینچی سوپر امولد اینفینیتی وی با وضوح 720x1560 برخوردار است. در مقایسه با نسل قبلی که نمایشگر 1080p داشت، این نوعی عقبگرد محسوب می شود. قدرت بخش این گوشی تراشه 14 نانومتری 8 هسته‌ای اگزینوس 7904 است که 3 یا 4 گیگابایت رم و باتری 4000 میلی آمپر ساعتی در کنار شارژر 15 واتی آن را همراهی می کنند. کمپانی LG چند هفته مانده به رویداد IFA سال 2019 دو گوشی میان رده جدید رو نمایی کرد. این شرکت کره‌ای طبق معمول جزئیات کمی از مشخصات گوشی‌های جدید منتشر و انتشار اطلاعات کامل را به 15 شهریور در برلین موکول کرده است. اکنون می‌دانیم این دستگاه‌ها نسخه‌های ارتقا یافته گوشی‌های K40 و K50 هستند که چند ماه قبل رو نمایی شده بودند. گوشی‌های جدید K40S و K50S از روی نسل پیشین خود ساخته شدند و شاهد ارتقای صفحه نمایش و دوربین و بهره‌مندی از باتری‌های بزرگتر هستند. این دو گوشی بعضی از مشخصات اصلی مدل‌های قبلی را حفظ کردند،
از جمله دکمه دستیار صوتی گوگل، حسگر اثر انگشت در پشت گوشی، دوربین با قابلیت هوش مصنوعی، صدای سه‌بعدی و استاندارد دوام‌پذیری. از بین این دو گوشی، مدل K40S ارزان‌تر است. دوربین پشتی K40S دوگانه است که یکی از آنها 13 مگاپیکسلی و دیگری 5 مگاپیکسلی با لنز فوق عریض است. این گوشی از صفحه نمایش 6.1 اینچی با بریدگی ساده‌ای در بالای صفحه برای جایگذاری دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی بهره می‌برد. متاسفانه K40S LG حاشیه‌های بزرگ به ویژه در بخش پایینی صفحه دارد که باعث می‌شود از گنجانده شدن دوربین سلفی در بریدگی بالای صفحه تعجب کنیم. این گوشی در مقایسه با K40 از باتری کوچکتری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعتی برخوردار است. از دیگر مشخصات K40S می توان به حافظه داخلی 32 گیگابایتی آن اشاره کرد که به لطف پشتیبانی از کارت حافظه مایکرو SD قابل افزایش است. همچنین این گوشی بسته به منطقه عرضه شده از 2 یا 3 گیگابایت حافظه رم بهره می برد. مدل K50S اندکی گران قیمت تر از K40S است و امکانات بهتری نیز دارد. K50S LG از دوربین عمق سنج 2 مگاپیکسلی اضافه در قسمت پشتی و صفحه نمایش 6.5 اینچی FHD Plus و باتری 4000 میلی آمپر ساعتی بهره مند است. دوربین 2 مگاپیکسلی ذکر شده برای ثبت تصاویر پورتره و جدا کردن پس زمینه از شی به کار گرفته می شود و تصاویری با عمق واقعی تر به ارمغا می آورد. همچنین این گوشی صرف نظر از منطقه‌ای که آن را می‌خرید با رم 3 گیگابایتی عرضه می‌شود. سایر مشخصات این دستگاه با K40S یکسان است، از جمله حاشیه‌های بزرگ در کناره‌ها به ویژه در قسمت پایین صفحه. گوشی‌های جدید سری K تجربه چند رسانه‌ای بهبود یافته‌ای به همراه دارند که می‌توانند به خوبی با گوشی‌های همرده و با قیمت مشابه رقابت کنند. گوشی‌های K40S و K50S با صفحه نمایش‌های ارتقا یافته و دوربین‌های متنوع نشان دهنده ارزش بی‌همتای هستند که LG برای مشتریان و در اولویت قرار دادن نیازهای آنها قائل است. هر دو دستگاه از ماه مهر در اروپا و امریکای لاتین و آسیا در رنگ‌های آبی و مشکی عرضه خواهند شد. متاسفانه LG هنوز قیمت این گوشی‌ها را اعلام نکرده است. بنابراین تا آغاز رویداد IFA منتظر بمانید. ممنونم که با یه 01 دیگه همراه ما بودید. لطفاً ما رو در اینستاگرام فالو کنید. تا هفته آینده، بدرود.